احکام نماز زن. نماز ستون دین است و مهمترین ارکان اسلام بعد شهادتین است و اولین چیزی که بنده را از آن در روز قیامت پرسیده می شود این نماز است و برای نماز زن حکمها و شرطهای خاص است که آن از نماز مردان فرقیت دارد. یکی از شرطهایی که به زن واجب است پاک بودن او از حیض و نفاس. دلیل بر این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که به فاطمه بنت ابی حبیش گفتند اگر حیض دیدی نمازت را ترک بکن. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و به زن واجب است که در وقت نماز تمام جسمش را بپوشاند بغیر از رو و دو کف دست. از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز شخص حائض قبول نیست مگر پوچودر. حدیث با روایت ابو داود. زن در داخل نماز نقاب نمی کند مگر در حالت ضرورات و نماز جماعت به زنان واجب نیست ولیکن مباح است که به نماز جماعت مسجد حاضر شوند. دلیل بر این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند اگر زنان شما اجازت مسجد رفتن را پرسند پس به آنها اجازت بدهید. حدیث با روایت امام مسلم. و صف زنان در مسجدها در عاقب صف مردان است و جایز است که زن به جماعت زنان امام شود. از ام ورقه بنت نوفل رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به خانه اش رفته زیارت میکردند و برای او مؤذن گذاشته بودند که برایش اذان میگفت و امر کردند که در خانه به اهلش امام باشد. حدیث با روایت ابو داود. اگر زن به زنان دیگر امام شود پس او در مابین آنها ایستاده نماز را ادا بکند.